سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم و با قسمت دوم آموزش مقدماتی فتوشاپ در خدمتتونم توی این قسمت قراره با هم ابزار پنتول، تایپ تول و نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار فتوشاپ رو با هم دیگه تمرین کنیم بریم سراغ نرم افزار خب بریم سراغ ادامه آموزش فتوشاپ اولین ابزاری که توی این جلسه قراره با هم یاد بگیریم ابزار نوشتن توی فتوشاپ یا تایپ توله که با حرف تی اگه روی کیبورد تایپ کنید براتون فعال میشه توی منوی ابزار هم با این آیکون شناخته میشه شما کلیک بکنید براتون فعال میشه وقتی انتخابش میکنیم میاین روی صفحه و کلیک میکنیم براتون یه باکس باز میشه که میتونین حالا جابجاش کنین هر جای تصویر که خواستین و توش شروع کنیم به تایپ کردن یا حالا فارس یا حالا انگلیسی یا با گرفتن کلیت های شیفت و آلت روی کیبورد زبونش رو عوض کنیم به فارسی و فارسی شروع کنیم به تایپ کردن نکته ای که در مورد زبان فارسی توی برنامه فتوشاپ هست اینه که ممکنه توی نسخه ای که شما روی سیستمتون دارین زبان فارسی رو به صورت جدا جدا بنویسه یعنی حروف رو به هم وصل نکنه و جدا جدا بنویسه اگه همچین مشکلی براتون توی فتوشاپ پیش اومد یعنی دیدین که داره حروف فارسی رو از هم جدا می نویسه به منوی ادیت بیاین توی گزینه آخر به نام پریفرینسز توی قسمت تایپ کلیک کنین یه پنجره براتون باز میشه که روی چوز تکس اینجن آپشنز روی گزینه ورد ردی لی قرارش بدین و روی این گزینه باشه و اوکی کنین وقتی سیستم رو ریست کنین و نرم افزار ریست بشه این مشکل براتون برطرف میشه باز اگه مشکل براتون برطرف نشد این بار توی منوی تایپ میایین و ریز منوی لنگویج آپشن قسمت دیفالت فیچرز رو میایم تغییر میدیم به میدل ایسترن فیچرز یعنی اگه توی قسمت اول مشکلتون برطرف نشد میایم اینجا و این گزینه رو فعال میکنیم و میذاریم روی این قسمت تا براتون درست بشه یه سری نکته هستن حالا در مورد آپشن بار در واقع تایپ تول با هم صحبت بکنیم من اینجا به طور مثلا حالا یه متنی رو شروع میکنم به نوشتن مثلا می نویسم حالا اول انگلیسی می نویسم می نویسم سلام اول از این که من میتونم با فونت های مختلف بنویسم توی این قسمت من میتونم حالا تعداد فونت هایی که روی سیستمم نصبه با اونا شروع بکنم به نوشتن هر کدومی که بخوام میتونم روشون کلیک کنم تا فونت عوض بشه یا حالا اگه حالت مختلفی داشته باشه اون فونت مثل حالا بولد باشه ایتالیک باشه اینجا میتونین تغییر بدین که حالا روی همین رگولار میذاریم اندازه فونت رو میشه تغییر داد اینجا سایز مختلفی هست که حالا هم میشه کوچیکش کرد هم میشه بزرگش کرد سایز های پیشورز خود فتوشاپ تا 72 ه ولی دو شما میتونید هر رقمی اینجا وارد بکنید نامحدوده مثلا تا 72 داشت من وارد میکنم 120 میبینید که بزرگ شد راه راحت تر اینه که شما موس رو ببرین روی همین آیکون تی و روش کلیک کنین نگه دارین با کشیدن سمت راست تکست بزرگ میشه با کشیدن سمت چپ تکست کوچیک میشه این هم از سایز نوشته ای ما یه ابزار دیگه که توی آپشن بار تایپ تول هست نکته ای هست که شما مثلا من اگه چند خط نوشته داشته باشم مثلا اینجا نوشته باشم خدافز و حالا دوباره مثلا یه سلام بنویسیم اینجا شما اگه کل این متن رو انتخاب کنید اینم بگم که شما میتونین با حال گرفتن در واقع موس و کشیدنش همه متن رو انتخاب کنین یا روی همون اون تکس باکسی که هستین دکمه کنترل و ای رو بگیرین کل متن براتون انتخاب بشه من اگه کل متن رو انتخاب کنم اگه مثلا میگم گزینه سمت چپ رو بزنم میاد اول در واقع متن, من رو از سمت چپ میگیره یا اگه وسط بزنم میاد نوشته من رو فرم نوشتاریش رو میاره در قسمت وسط قرار میده یا اگه به راست بزنم میاد اول نوشته من رو به راست میزن این هم باز یه ابزار دیگه است که توی قسمت آپشن بار میتونید ازش استفاده کنید نکته بعدی رنگ نوشتمونه که اینجا اگه روی من رنگ کلیک کنم میتونم هر رنگی که میخوام بهش بدم مثلا سیاه کنم سفید کنم که اصلا حالا دیده نمیشه آبی بکنم یا حالا هر رنگ دیگه نکته بعدی که میتونه توی نوشتن توی فتوشاپ بهتون کمک بکنه آیکونی هست که توی قسمت پنل بار هست میبینیم با حرف A مشخص شده شما اگه روش کلیک بکنین و میگم قبلش نوشتتون رو انتخاب بکنین شما حتما باید نوشته که میخواین روش ادیت بکنین رو قبلش انتخاب کنین تا ادیتتون روش انجام بشه یه سری قسمت ها هست این پایین مثلا میگم میتونین ایتالیکش کنین یه مقداری کجش بکنین یا تمام حروفش رو بزرگ کنین حرف اولش رو بزرگ کنین بقیهش رو کوچیک کنین این اتفاق میتونین روش انجام بدین رنگش رو دوباره میتونین از اینجا عوض کنین دو تا نکته ای که خیلی به دردتون میخوره یکی فاصله حروف چه عمودی چه افقیه فاصله حروف به صورت افقی رو توی این قسمت میتونید عوض کنین اگه من کلید موس رو روی این گزینه کلیک کنم و نگه دارم راست بکشم فاصله بین حروف زیاد میشه به چپ بکشم فاصله بین حروف کم میشه تا جایی که مثلا برن داخل هم حروف همین اتفاق توی فاصل های عمودی خطوط هم اتفاق می‌افته. میتونیم فاصله رو زیاد کنیم یا کم کنیم نکته بعدی حالا ما این نوشته هم به صورت افقی اگه بخوایم عمودی بنویسیم به, به چه شکله کل متن رو انتخاب میکنیم یه گزینه اینجا هست که با زدن اون نوشتمون به صورت عمودی در میاد البته برای این نوع تایپ کردن راه دیگه ای هم هست حالا من این لایه رو لایه نوشته که برامون هست رو دیلیت میکنم اگه بیام روی آیکون تکس باکس و کلیک راست بکنم برام گزینه مختلفی باز میشه گزینه پایینی در واقع برای من به صورت عمودی یا ورتیکال شروع میکنه به نوشتن یعنی من اگه شروع بکنم به تایپ کردن میبینی که به صورت عمودی داره برم تایپ میکنه که میگم دوبار با همین زدن این دکمه این اتفاق میتونه براتون بیفته دیگه حالا لازم نیست بیان اینجا عوض بکنین شما روی همون افقی بذارین اگه خواستین عمودیش بکنین این گزینه رو بزنین براتون عمودی میشه ولی یه نکته دیگه هست اون همینه که دو تا ابزار دیگه هست که دقیقا به صورت افقی عمودی مثل تایپ بالا براتون فعاله با این تفاوت که شما وقتی با یه فونت مشخص مثلا اینو بیارم وسط دوباره همون نوشته رو بنویسم نوشتم سلام به جای که بیاد برامون یه در واقع نوشته ایجاد بکنه یه فضایی رو که اون در واقع نوشته است برامون انتخاب میکنه توی لایه جدید حالا من میتونم با ابزار براشی که حالا با هم کار کردیم شروع بکنم به کشیدن توی اون قسمت انتخاب شده توی در واقع صفحه فوتوشاپ هم مثلا میتونم همه قسمتش رو رنگ نکنم فقط یه قسمت رو رنگ کنم میبینیم که به این صورت و صفحه ما در واقع به این شکل در میاد همچین کار هم حالا جلوتر حتما به دردتون میخوره حتما میتونین ازش استفاده کنید نکته بعدی که میخوایم در موردش توی فوتوشاپ با هم صحبت بکنیم موضوع رنگ هاست در مورد قبلا انتخاب رنگ با هم یه مقداری صحبت کرده بودیم که اگه ما اینجا کلیک بکنیم در مورد فورگران و بکگراند اینجا برامون یه پنجره باز میشه که حالا یه مقدار میخوایم در مورد این پنجره با هم صحبت بکنیم اگه یادتون باشه در مورد دو طیف رنگی و در واقع مود رنگی به نام RGB و CMYK با هم صحبت کرده بودیم هر رنگی توی فتوشاپ یک کد رنگی داره که شما با دریافت اون کد رنگی میتونیم به اون رنگ دست پیدا بکنیم مثلا میخواین توی کارتون رنگ طلایی داشته باشید کد رنگیش رو توی اینترنت سرچ میکنیم بهتون یک کد میده که توی قالبای مختلف هست حالا در مورد اون قالب هم صحبت میکنیم اون رو اگه بیان اینجا و عدد و رقمش رو وارد بکنیم بهتون اون کد طلایی اون کد رنگی رو بهتون میده. مثال میزنم یه رنگی هست یه کد مشخص از رد داره توی قالب RGB مثلا چهل برای گیرین یه رنگ دیگه داره و همینطور بله بلو. همون یه حدود رنگی میده. حالا همون رنگ توی قالب CMYK یه رقم های دیگه داره که در واقع اونها هم با یه عددی مشخص شدن و میتونیم اون رنگ توی قالب سی ام در بیاریم جدا از اون یه کد رنگی مشترک بین سی ام و آر بی داره که این پایین نوشته شده و میتونیم از اون استفاده کنیم این یه موضوع موضوع بعدی این که ما ممکنه توی تصویر یه رنگی رو دیده باشیم و بخوایم دقیقا از همون رنگ اون تصویر توی طراحیمون یا توی ادیتمون توی عکسمون استفاده بکنیم برای مثال بزنم من یه تصویر اینجا باز بکنم شما فرض کنین که توی این عکس از رنگ مثلا آبی حالا تیره ترش خوشتون اومده یه ابزاری هست به نام قطره چکون که با حرف آی میتونین روی کیبوردون فعال کنیم اگه من روی این گزینه کلیک کنم روی هر رنگی که برم اون رنگ برام انتخاب میشه و تو قسمت فورگراند برام ظاهر میشه حالا از این به بعد من میتونم از همون رنگ برای طراحی و حالا استفاده ازش توی اه کارم اه استفاده بکنم این گزینه خیلی کاربرد داره شما توی عکس دیگه توی طراحی دیگه یه رنگی رو که دوست داشتین انتخاب میکنین اونو بر میدارین و توی طراحی خودتون ازش استفاده میکنین ابزار بعدی که میخوایم با هم یاد بگیریم ابزار پنتول هستش که با حرف پی روی کیبورد براتون فعال میشه به عنوان کلید میان و روی آیکون آیکونش هم روی ابزار نوار ابزار به این شکل من کلیک میکنم آن رو فعال میکنم نکته ای هم که در مورد حالا استفاده از ابزارها میتونه بیشتر کمکتون بکنه شما اگه بیان روی اون وایس و هیچ کاری نکنین یعنی میشه براتون پلی میشه که حدود استفاده از اون ابزار رو میتونه بهتون یاد بده توی قسمت شیپ تول ما یاد گرفتیم که اشکال هندسی رو با هم دیگه ترسیم بکنیم مثل چندزلی ها دایره مثلث خط و حالا امثاله توی قسمت پنتول شما هر شکلی رو میتونین درست بکنین و ازش استفاده بکنین الان میگم این دقیقا الان آپشن بارش هم مثل شیپ یعنی دوباره من میتونم براش استروک در نظر بگیرم یا خالیش کنم بیام داخلش رو هر رنگی که میخوام انتخاب بکنم از اینجا میتونم طیف رنگی رو مشخص بکنم دقیقا مثل شیپ تول نکاتی که نیاز در مورد این ابزار بدونی اینه که یکی اینکه فقط گوش های تیز ایجاد نمیکنه. نکته ای هست اینکه شما وقتی یک کلیک میکنیم براتون یه نقطه ایجاد میکنه که به هر کدوم از این نقطه ها انکر پوینت گفته میشه. با ایجاد یه انکر پوینت اگه روی این صفحه دوباره کلیک بکنیم یک خط برامون ایجاد میکنه وقتی یه نقطه دیگه کلیک میکنیم برامون یه قسمتی اگه حالا یه رنگ مشخص کرده باشیم که من بردارم فعلا برامون یه فضایی رو مشخص میکنه که حالا میتونیم توی تراحیمون استفاده کنیم میبینیم که اینجا در واقع تیز شده و این خط خط تیزی اگه ما بخوایم به صورت منحنی در واقع طراحی کنیم به چه شکلیه یه انکر پوینت که اول از همه ایجاد کردیم با کلیک برای انکر پوینت دوم ما کلیک میکنیم ولی کلیک رو رها نمیکنیم شروع میکنیم به دستمون رو کشیدن میبینیم که داره به صورت منحنی برامون خط رو میکشه حالا رهاش میکنیم میبینیم که صورت منحنی برامون در اومد حالا من دوباره کلیک میکنم میبینیم که با تکلیک ادامه این منحنی رو خودش برام حدس میزنه و ایجاد میکنه و در واقع این شکل برام به وجود میاد حالا شما فرض بکنین که من این منحنی رو ایجاد کردم ولی نمیخوام ادامه این منحنی برام ایجاد بشه کاری که لازمه بکنین اینه که برین روی انکر پوینت نهایی که داریم و کلید آلت رو فشار بدیم میبینین که اون علامت کوچیک کنار در واقع آیکون پنتول تغییر کرد وقتی من کلیک میکنم اتفاقی که میفته ادامه اون منحنی رو برای من لغو میکنه و اگه من الان کلیک بکنم میبینیم که دیگه اون ادامه رو برای من ایجاد نمیکنه نکته بعدی اینه که شما اگه بیان در وسط اون دو تا انکر پوینت یا حالا هر جاش در بین این دو انکر پوینت کلیک بکنیم میاد یه مفصل یا یه انکر پوینت توی اون قسمتی که کلیک کردین ایجاد میکنه حالا میتونیم با گرفتن کلید کنترل و کلیک کردن نگه داشتن روی اون دکمه روی اون انکر پوینت اون رو جابجا بکنین و یک منحنی دوباره ایجاد بکنیم این اتفاق توی شیپ تول ها هم به دردتون میخوره شما فرض بکنید که من الان یه دایره ایجاد میکنم ولی میخوام این دایره رو یه مقدار از فرم خودش خارج بکنم میام روی این لبه دایره یه انکر پوینت ایجاد میکنم کلید کنترل رو میگیرم و شروع میکنم بکشیدم ببینین که داره شکل اون دایره رو برام تغییر میده این ابزار به همراه حالا شیپ تول یعنی پنتول و شیپ تول کاربرد زیادی توی طراحی و نقاشی و تصویرسازی توی نرم افزار فتوشاپ براتون داره یه سری تصاویر هستن که شما در واقع میتونین با همین ابزار شیپ تول و پنتول توی فتوشاپ ایجاد بکنین یه سری کاراکترا که میتونین نقاشی کنین تصویرسازی بکنین و حالا بعدها توی نرم دیگه مثل افتر افکت بیاین به اون طراحی ها و کاراکترهایی که ایجاد کردین انیمیشن بدین استفاده مختلف بکنین توی طراحیاتون توی مثلا میگم بنرتون پوسترتون هر چیزی که دارین توش استفاده بکنین یه سری شکل ها مثل مثلا صورت این شیر دقیقا میشه با همین ابزار در واقع پنتول و شیپ تول اون رو ایجاد کرد نکته که توی حالا این کار هست اینه که ما ببینیم زیرترین ترین ای که توی این تصویر هست کدوم لایه است و شروع بکنیم بیایم به بالاترین و روترین لایه برسیم زیرترین لایه فعلا این یال شیر هست که از یه دایره درست شده خب ما یاد گرفتیم که دایره رو چطور ترسیم بکنیم میریم روی شیپ تول دایره رو انتخاب میکنیم یه حدودی از این دایره ایجاد میکنیم جا به جاش میکنیم میاریم این قسمت خب الان میبینیم که این دایره که ایجاد شده نسبت به اون دایره تصویر کوچیک‌تره کاری که می‌کنیم دکمه های کنترل و تی رو اگه شما بزنیم اون در واقع لایه و اون دایره اون لایه که انتخاب کردیم که اینجا اون دایره است حالت انتخاب در میاد ما میتونیم گوشه این در واقع لایه رو بگیریم و شروع کنیم به بزرگ کردنش تا دقیقا به اندازه این دایره مادر بیاد و حدودا اندازش شد ولی باز رنگش به اون حالت نیست میایم استروکش رو برمیداریم و رنگش رو رنگ این یال رو با قطر چکون انتخاب میکنیم و مجددا لایه انتخاب شده رو توی این قسمت رنگش رو به اون حالت در میاریم میبینیم که کل صورت اون شیر پوشیده شد چرا؟ چون لایه که اون تصویر شیر هست در واقع زیر لایه دایره که ما ایجاد کردیم کاری که میکنیم لایه اون تصویر رو میاریم بالا که مشخص بشه ولی به خاطر اینکه لایه های زیریمون رو ببینیم اپزیتی یا شفافیت لایه روی رو در واقع کم میکنیم حالا برای قسمت بعدی صورت این شیر میایم از ابزار پنتول استفاده میکنیم و با کلیک کردن روی مفصل های این قسمت از صورت شیر این قسمت رو انتخاب میکنیم این سروکش برای اینکه رنگش رو انتخاب میکنیم و بهش این قالب رنگی رو میدیم مجددا بقیه قسمت های صورت این شیر هم با استفاده از همین تکنیک ایجاد میکنیم من حالا صورت این کار رو میبرم بالا تا شما خسته نشین بعدی در مورد چشم و موی صورت این شیر هست برای تصاویری که به صورت قرینه هستن یعنی مثل چشم گوش و حالا موی صورت این کاراکتر لازم نیست حتما دو تا رو ایجاد بکنیم به این صورت عمل میکنیم که الان من یک چشم این شیر رو انجام میدم و رنگش رو هم جزه بدیم درست بکنم خب ما چشم سمت چپ رو ایجاد کردیم ولی برای چشم سمت راست نیازه که یک کپی از این چشم بگیریم کاری که میتونیم بکنیم اینه که روی لایه بیایم کلیک راست بکنیم و بریم روی گزینه دوپلیکت لایر کلیک بکنیم حالا یه اسمی بدیم بهش و به همون اسمی که بهش دادیم برامون یه کپی میگیره این کاری که میتونیم بکنیم جدا از این میتونیم با گرفتن کلیت های ترکیبی کنترل J یه کپی از این چشم و از این لایه بگیریم توی قدم بعدی ما کنترل تی که با هم کار کردیم و میزنیم تا در واقع اون لایه به حالت انتخاب برای ما در بیاد توی قسمت آپشن باری که برامون فعال میشه گزینه های و طول و ارتفاع این کار در واقع برامون قرار گرفته اگه ما بیایم توی قسمت عرض همون عددی که هست رو یه منفی بذاریم جلوش کاملا به صورت آینوار قرینه میشه حالا ما یه چشم داریم که میتونیم به عنوان چشم سمت راست ازش استفاده بکنیم همین تکنیک برای در واقع موی صورت این شیر هم میتونه استفاده بشه با ابزار پنتول میایم یک مقدار بهش انحنا میدیم یه سیبیل براش یه تار سیبیل براش ایجاد میکنیم و رنگش رو خالی میکنیم رنگ سروکش رو به صورت سفید مشخص میکنیم اگه زخامتش کم بود زخامتش رو میتونیم زیاد بکنیم و این میشه مثلا یک تار برای تارهای بعدی هم به همین شیوه کار میکنیم حالا با سرعت بالاتر خب ما نصف در واقع این تارها رو ایجاد کردیم حالا میخوایم یه کپی ازشون بگیریم و توی قسمت سمت راست این صورت کاراکتر قرار بدیم کاری که میکنیم ما در واقع چهار تا لایه ایجاد کردیم از هر کدوم این تارها یه دونه کاری که میکنیم این چهار تا لایه رو به حالت انتخاب قرار میدیم شما میتونیم با گرفتن کلید کنترل و کلیک کردن روی این لایه ها دونه دونه شون رو به حالت انتخاب در بیاریم یعنی الان ما این چهار تا لایه که مربوط به سیبیل این کاراکتر هست رو انتخاب کردیم حالا روشون کلیک راست میکنیم میایم توی قسمت group فرام لایرز برامون به حالا به اسمی که مشخص میکنیم تمام اون لایه ها رو میذاره برامون توی یه گروه حالا من اگه دوباره بیام کنترل جی بزنم از کل اون گروه برام یه کپی میگیره که دوباره همون مراحل رو که برای چشم انجام دادیم برای این قسمت هم در واقع میتونیم انجام بدیم و اینجوری تصویر صورت شیر ما آماده است حالا ما یه تصویری رو توی فتوشاپ خلق کردیم یا حالا ادیت کردیم یا طراحی کردیم هر کاری کردیم میخوایم فایل فتوشاپمون رو سیو بکنیم میایم توی قسمت فایل و توی قسمت سیو است که میتونیم با گرفتن کلیدهای ترکیبی شیفت کنترل و اس دقیقا همین کار رو انجام بدیم کلیک میکنیم صفحه بروز برامون باز میشه اسم پروژهمون رو اینجا میذاریم که حالا من برای مثال میذارم شیر اینجا میتونیم فرمت در واقع سیوتون رو انتخاب بکنیم که میتونه پی, پی اس دی باشه یعنی فایلی که فایل لایه باز فتوشاپ توی این فایل شما تمام لایه های فتوشاپی و تمام جزئیاتی که توی پروژهتون هست قابل ادیت و مخصوص اجرا توی نرم افزار فتوشاپه پی اس بی هم به همین صورت برای فایل بزرگتره میتونیم پی دی اف سیو بکنیم و تی آی اف مثلا ممکنه شما یه پروژه یا نصفه انجام داده باشین ادامش رو بخوایم بزنیم برای فردا یا یه روز دیگه یا حالا چند ساعت بعد میتونین یه سیف از فایلتون داشته باشین توی کامپیوترتون و بعدا بهش برگردین و ادیتتون رو تکمیل بکنین روی دکمه سیف میزنین به آدرسی که دادین اون فایل براتون سیف میشه نکته بعد اینه که من میخوام یه فایل داشته باشم با فرمت عکس مثل جی پی جی مثل جی پیک. برای این کار میتونیم توی قسمت فایل روی گزینه اکسپورت برین و گزینه اکسپورت از رو روش کلیک بکنیم پنجره براتون باز میشه که شما در واقع اون پروژهتون رو توش میبینین اطلاعاتش رو میبینین و توی این قسمت میانی فرمت و کیفیتش رو تعیین میکنی فرمت های مختلف اینجا هم هست مثل گیف، مثل, مثل جی پی جی، مثل جی مثل اس که کاربردهای متفاوتی دارم مثلا توی تصویر پی جی اگه شما در واقع بگراندی برای کارتون در نظر نگرفته باشی مثلا اینجا بکگراند کار سفیده اگه این بگراند رو پاک بکنم بیام فرمت جی پی جی خروجی بگیرم خود در واقع تصویر جی پی جی میاد بکگراند سفید میندازه پشت کار من ولی اگه پی جی بگیرم در واقع بدون گراند کار رو به من تحویل میده این مثلا تفاوتیه که توی اینها هست توی حجم کار هست توی کیفیت کار هست یکی از این فرمت رو انتخاب میکنیم و روی گزینه اکسپورت کلیک میکنیم دوباره صفحه بروز برامون باز میشه آدرس رو میدیم به هر اسمی سیو میزنیم کار برامون سیو میشه این هم نحوه خروجی گرفتن از فتوشاپ تمرینی که برای جلسه آینده آماده بکنین در واقع با همین تکنیکی که انجام دادیم با استفاده از شیپ تول و پن یک اه, کاراکتر اه, مثل این کاراکتری که ما ایجاد کردیم شما هم سعی بکنین ایجاد بکنین رنگاشون رو تغییر, تغییر بدین توی لایه ها بالا پایینشون بکنین و کارهای مختلفی که میتونیم با استفاده از این ابزار ایجاد بکنیم خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین ممنون از توجهتون خدا نگهدار